سلام علیکم، خسته نباشید. میگم بنده ناجی هستم، در خدمت شما هستم. قربون شما برسید آقای ناجی. یه سوالی که احتمالا برای خیلی ها پیش میاد اینه که اولین باری که به ذهن شما خطور کرد که میتونید بازیگر بشید کی بود؟ این برمیگرده به نوجوانیم، در واقع 13-14 سال داشتم. علاقه من بودم تئاتر، تئاترای تو محلمون با نوجوانان همسن سالهای خودم خیلی علاقه داشتم و کار میکردم با بچه محله همون. از اون دوران عشق علاقه من به تئاتر و سینما بیشتر بود و از اون وقتم پیگیری کردم، در واقع دنبال این برنامه رفتم تا به این نتیجه رسیدم. رسید، اما وسط این به نتیجه رسیدن به عشقتون که بازیگری بوده، شما رفتید از یه جای عجیب غریب سردر بودید. اینکه شما رفتید نظامی شدید و وارد حوزه‌ای شدید که خیلی حوزه جدی و حوزه خشکیه در واقع. اینا من اما عرض میکنم. هنر تضاد داره. اصلا چرا رفتید اون سمت؟ عرض میکنم خدمت شما. من خب از اون دوران نوجوانه فکر میکردم، یعنی عملا میدیدم من همینطوری نمیتونم برم به یکی بگم که من بازیگرم، به من بازی بده، مادامی که من این دوره رو بگذرنم. خب با نوجوان ها همسن سالهای تو محل کار میکردم، کار هنری، همینطوره نمایش درست میکردم میان خودمون بچه محلام. این در واقع این عشق کشید به دوران سربازی. وقتی که من سنم رسید به وقتی سربازی رفتم، سربازی تو پادگان ارومیه بودم اون موقع و به اونجا که رسیدم گفتم که من بلدم کارهای هنری بکنم، نمایش درست کنم، نمایش کار کنم. اون موقع فرمانده پادگان ارومیه تیمسا شفقت بود. ایشون بعد رفت معاون شاه شد، زمان شاه بود دیگه. بعد من به اینا چه گفتم، به فرمانده هم گفتم که من علاقه مندم. اینها در واقع با ستاد فرمانده صحبت کردن که ما نفر داریم که اینجا میتونه تئاتر فلان برای ما درست کنه. اینا هم اوکی دادن، گفتن اشکال نداره بیا. من هم حضور ذهنی که داشتم از پدرم، از برادرم، از فامیلام صحبت هایی کرده بودم زمان پیشوری را، زمانی که پیشوره در واقع تو آذربایجان حکومت میکرد، از زنجان به پایین حکومت پیشوره بود، در واقع اینو از ایران جدا کرده بودن، یه حکومت دستشانده روسا بود. داستان این پیشوره را، غلام یحیی را من شنیده بودم. من شروع کردم یه نمایشنامه نوشتم به نام غلام یحیی. در واقع غلام یحیی یه شخص بود، مغز متفکر پیشوره بود، جنرال غلام یحیی بهش میگفته. نمایشنامه اینو نوشتم، من دادم ستاد فرمانده پادگان، اونا نگاه کردن، خوندن، تایید کردن. خب حالا اینا رو به نظرم خیلی وارد جزئیات نشه. بله. از همونجا شما ولی تصمیم گرفتید وارد کار نظامی هم بشید دیگه؟ یعنی نه. وارد نظام نه، اون موقع سرباز بودم. نه 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 نه. بعد از اون مسیر چی شد که رفتید وارد کار نظام شدید؟ بله. عرض میکنم من وقتی که خدمت سربازیم تمام شد اومدم تبریز، دیدم در حال رکوده، تا فلان کار نمی کنن. درست. چون اون عشقی که تو وجود من بود دیگه نتونستم تبریز بمونم. من پدر و مادر و برادر خانواده رو ول کردم، اومدم تهران به عشق؟ به عشق بازیگره. خب منبع درآمدم چی بود؟ از مکانیکی بود. اومدم خب باید از یه جای من درآمد داشته باشم که برم دنبال هنر. اومدم برفتم آموزشگاه ها. چند سالتون بود؟ حدوداً میشد 23-24 سال. یعنی از سربازی اومدید برگشت، دیدین آتش نسبت به بازیگری شما راضی نمون، راهی تهران شد. راهی تهران شدم. راهی تهران شدم، اومدم خب اینجا باید من یه جای داشته باشم. رفتم، اون موقع خانی آباد نبود، آخر نازی آباد بازار دوم یه پارچ هست، بعد از اون پاش همه جا گندمزار بود. خب من اونجا یه اتاق زره شدم. آها. ماه 30 تومن، یعنی آخر تهران. آخر تهران. بعد خودم آموزشگاه اومدم به عنوان مربی. قبل از ظهر تعلیم رانندگی میدادم، بعد از ظهر تدریس فنی میکردم چون مکانیک بودم. آها.
میکانش درجه ایش دارم من. بعد اینجا من در واقع ماهه 500 تومن استخدام شدم تو آموزشگاه. هفته یه روزم مرخصه داشتم و وقتهای بیکاری هم گاه هم میشد. پولا رو چیکار میکنه؟ 470 تومن شما پول داشتین؟ 30 تومن میدادید اجاره؟ 470 تومن ماه 30 تومن بله. خب اون پولا رو چیکار میکنه؟ عرض میکنم دیگه ما ازن زندگی ما اونجا زندگی میکردم بالاخره. بعد وقتهای بیکار من پرسجوی میکردم چه کجا فیلم برداری هست. خب میرفتم فیلم بردار دیگه. اون موقع ما دنبال کارگردان اینا نمیرفت، دنبال بازیگرا میرفتیم که با اون آشنا بشیم که با ما رو معرفی کنه. دنبال کدوم بازیگرا رفتین خاطرتون هست؟ من با خیلیا رضا فاضلی رفتم، بیچمان مجید رفتم، فرد خدا بیاموز رفتم، خدا همشون رحمت کنه. فردین چی گفت وقت شما بود؟ اون موقع فردین آنچنان ما رو تحویل نمیگرفت. چرا که خوب بالاخره من یه شخص بودم. چند نفر اینه شما میبادن اعتمالا بعد سلام علیش میکردیم میگفتیم ما فلان بیو شکر رو استفاده میکنیم. استفادهش چی بود؟ سیالشگره. ولی شما دنبال نقش جدید؟ من دنبال نقش بودم. از فردین دلخور نشدین اونجوری؟ نه از هیچ کدومشون من دلخور نبودم. در واقع میدونستم که اونا بالاخره اون زمان بازیگر بهترین بازیگر سینما ایران بود. بعد حالا بیک خصوصیت اخلاقی چجور بود؟ چون اون موقع مثلا خیلی بازیگر فردین بیک چون خیلی بیک. آره خیلی بازیگر پرکاری بود و از این پرکار بود، خیلی خوش برخورد بود. خدا بیاموز بیکمان ورده خوش با همه خوش برخورد میکرد. خب همه همشون خوب بودن. من در واقع از هیچ کدومشون من حرف لکی حرف بد یا ندیده بودم تا اون موقع. بعد دیگه یواش یواش سینمون رفت اینطوری ادامه میدادم کارم فلان. بالاخره من دیدم نه نمیشه. ناامید نشدی اون موقع؟ ناامید نه، اصلا ناامید نمیشدم. با اینم چه کار پیدا نمیکردم، به من بازی آنسنانه نمیدادن، سیالشگره بود دیگه. من ناامید نبودم. چرا یه وقتی یه جوونی از تبریز پا شده اومده بله. به عشق بازیگری بعد میره اون ور تهران، شما یعنی ته تهران شما این حرف منه قبول داره که ما میرفتیم اونجا مثلا توی یه کافه مینشستیم یه نوشابه یه ساندویچ میدادن دوربین با این همه که مثلا 45 نفر آدم 50 نفر آدم ما قاطی اونا بودیم نشسته بودیم میگرفت آخر سر هم میدیدیم چه خودمون رو پیدا نمیکردیم تو تصویر تو کافه. چقدر خوشحال میشدیم. نوشابه میخوردیم تو کافه؟ میگم که یه نوشابه میدادن یه ساندویچ. کافه چیزه دیگه هم میدادن؟ نه 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 به ما هیچ موقع هیچی نمیدادن. نه تو فیلم مثلا دکور و اکسسوار ما دکور بودیم دیگه، صحنه پرکنه بودیم دیگه. این کارا رو ما یه مدت رفتیم من دیدم نه این خواسته من نیست. من بازی میخوام بازی کنم خودم رو نشون بدم. بالاخره تو اون گیردار من یه شاگرد داشتم تو آموزشگاه، این خانم بود سید بود خودشان. این رفته بود خانوادش در واقع شوهرش یه سرهنج نیروایی بود، من خیلی تعریف کرده بود استاد من آذر زبانی الاس بلاس. بالاخره یه روز دیدم این خانم شاگرد من با یه سرهنج نیروایی اومد سلام علیک کردیم بالاخره آشنا شدیم. این خانم جوای نامه گرفت رفت ماشین خرید فلان. یه مدت گذشت از روی این برنامه، یه روز دیدم این جناب سرهنج اومد آموزشگاه، سلام علیک کردیم تو دوست شده بودیم. اومد به من گفت که آقای ناز من دوست دارم تو بیا نیرو هوایی. گفتم سلام سرهنج من عشق بازیگره کشون من تهران به خاطر بازیگر اومد، حالا شما میگی بیا نیرو هوایی من برم اونجا فلان. گفت آقا اینجا چقدر میگیری؟ گفتم 600 تومن. اون موقع 600 تومن میگرفتم. سالهای در واقع 51 بود. گفت 600 تومن. گفت چقدر کار میکنه؟ گفتم هفته 7 روزی ما 6 روز کار میکنم یه روز تعطیل دارم. گفت بیا من تو را استخدام کنم نیرو هوایی، هفته 2 روز استراحت داره، با 1000 تومن تو را استخدام میکنم. شما اینجا 600 تومن میگیری و من با 1000 تومن استخدام میکنم، اینجا کرایه خونه چقدر میده؟ اون موقع من 100 تومن میدادم کرایه خونه. جاتون عوض شده بود. آره ازدواجم کرده بودم. آه بله. یه دونه بچه داشتم. دختر بزرگم. بعد گفت که با 1000 تومن شما رو استخدام میکنم. هفته 2 روزم مرخصی داره.
و کار هنری هم گروه تئاتر رو ما در اختیارت میذاریم. هر موقع هم که سینما خواست میره. من دیدم چه خوب از این موقعیت اوکازیون تر نمیشه. آره ماه 400 تومن اضافه حقوق. بله تا یه روز با خانم البته صحبت کردم، گفت چه خونه سازمانی هم رایگان بهت مفت میده. من دیدم دیگه خوب دیگه آره آره بالاخره به گفته این جناب سرهنج ما با خانم هم صحبت کردم، اشکال نداره. برجش به من گفت چی آی نازه تو تهران پایگاه های تهران خانه سازمانه ممکنه که الان جیج نیاد، ولی تو شهر خودت خانه سازمانی خالیه. امروز شما رو بفرستم تبریز، فردا میره تو خانه سازمانه میتونه بشینی و خدمت تام اونجا انجام می شروع میکنه با حقوق 1000 تومن، یعنی 400 تومن اضافه. آها ما رفتیم تبریز، خودمونو معرفی کردیم، پرونده سازی فلان همه چیز شد و گروه تئاتر طبز هم در اختیار ما بود. شروع کردیم تئاتر آزاد اومد، تلویزیون از ما دعوت کرد، رفتیم کارهای تلویزیون انجام دادیم الا ماشاءالله. بالاخره 30 سال اونجا بودیم و کارهای سینمایی هم که از سال 74 به من سال 74 آقای ناجی نگه دارید، برگردیم دوباره قدیم. آقای ناجی ما میخوایم قسمت عشقورانه زندگی شما رو پررنگ‌تر ببینیم. شما بفهم. تا 24-5 سالتون بوده ازدواج کردید دیگه، درسته؟ بله. نه 27-28 سالم 28 سالم دیگه ازدواج کردید. آقا نسبت به مرد اون موقع دیگه ازدواج کردید؟ متوجه نمیشم. یعنی نسبت به مردهای اون دوران یک کمی هم دیر ازدواج کردین. بله 28 ساله. آخه من وقت چی میدیدم که خب درآمد ندارم چیکار کنم؟ باید درآمد داشته باشم. عاشق شدین آقای ناجی؟ بله عاشق شدم. چه جوری عاشق شدین؟ دلیل کنید. عرض کنم که خانم شما خانم شما رو برد. فامیلمون بود تقریبا. در واقع دختر عموی من زندایی خانمم بود. خدا رحمت کنه هر دو تاشون. خدا بیامرزه. از طرف دختر عموم من در واقع آشنا شدیم، عاشق شدیم، سفارش کردیم فلان، بالاخره گرفتیم. چه سخت گرفتیم؟ بله. چجوری سخت بود؟ نه چند بار شنیدی تا بگیرنه؟ ببین، وقتی چه خوب، من اون موقع هیچی نداشتم. پدر مادرم فوت کرده بودم. یه خواهر داشتم، یکی هم دختر عموم بود و به دختر عموم گفتم چه بله دیگه شما پیش قدم شین. خودتون خوشتون اومده بود یا بهتون پیشنهاد داده بودن؟ نه من اول خودم دیده بودم، دلتون رو برده بود، نشون کرده بودم. از این طرف چه فامیلم بود، به دختر عموم گفتم چه بله. اجر نگران نبودید نبشنوین؟ نه من از هیچ طرف نگران نبودم. چقدر طول کشید بله رو بشنوید؟ همون اولش ما پیشنهاد در واقع دادم دخترمون رفت، ما اوکی گرفتیم. عروس حال بود، دوستتون داشت. فوری بهتون بله گفت. بله بالاخره. خب زندگی عاشقانه ای داشتید در طول این سالها از زندگیت؟ الحمدلله من از زندگیم خیلی راضیم. من همیشه میگم راضیم به رضای خودش. خدا خودش همه چیز درست میکنه. من اینجا اولین باری که پدر شدین و دخترتون رو تو بغل شما گذاشتن چه حسی داشتی؟ باور بفرمایید دختر بزرگم که وقتی که به دنیا اومد اصلا مثل اینکه من همه چیز به من خدا داده بود، اونقدر خوشم می اومد. با این همش هیچی نداشتم اون موقع، از خدا خیلی راضی بودم. خداوند عالم یه بچه سالم که به آدم میده این جای شوش داره. الان از زندگی راضی؟ من الانم راضیم. مثل همون موقع؟ مثل همون موقع. آره با همون کیفیت. اولین جمله عاشقانه که به خانمتون گفتید خاطرتون هست؟ دقیقاً یادم نیست. ولی میگید آدمی هستید که بگید به خانمتون جمله عاشقانه؟ من یه زمان وقتی که در واقع من دیده بودم، دورادور دیده بودم، اولین بار بود که من میومدم همسرم رو ببینم. اینا تو حیات چه مرغ و خروس داشتن. درب حیات باز بود، یکی از مرغا نمیدونه حالا چیکار کرده بود که خانم من این یه چپش دم پای برداشت دنبال این خروز میدوید. مرغه خروز؟ نمیدونه خروز بود. دورادور من دیدم که یه خانم
آره پای چفش دم پای دنبال این خروجه میدوه. رسیدم دیدم که همسر همه خندیدم فلان گفتم چیکار میگین دنبال مرغه آره دنبال بود. آره خیلی خاطر انگیز بود همیشه بهش. خب عشقای اون موقع با الان چه فرقی میکنه؟ عشقای اون موقع با الان خیلی فرق میکنه. چه فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون موقع در واقع چه دختر باشی چه پسر باشی در واقع چشم باز نکرده بودن، مثلا یه نفر می دیدن. الان دیگه نه. بد بودی یا خوبی؟ اون موقع هم خوب بود هم بد بود. بد بودنش این بود که بعضی ها را شوهر می، مثلا دختر ها شوهر می دادن، اصلا طرف نمی شناخت. همینطوری کورکورانه می گفت با پدر می گفت من تو را دادم باید بره. دیگه آشنایی و فلان نبود اون زمان. بعضی ها البته، بعضی ها چون فرهنگشون بالا بود تحصیل کرده فلان این خوب، ولی الان دیگه اینی چه خوب دختر پسر میبینه، پسر دختر میبینه، حالا میان 6-7 ماه یه سال دو سال نامزده میکنن، بعدا بعضی ها میبینیش بله دو سال با هم هستن، هی میرن اون بر برمیگردن آخرش اخلاقمون جور نشد. تو تبریز این کارا نمیشد، الان هم نمیشه، هیچ کس راضی نمیشه. مثلا دخترش 5-6 ماه با یه پسر بره بگرد آخرش بیاد بگه که من نمیخوام، اصلا خیلی بد میدونه. هنوزم بد میدونه. آره ولی شما و خودتون الان توی جامعه هنری هستید، الان این همه طلاق ها رو توی جامعه هنری میشنوید، این همه چیزهایی که یه مقدار بیشتر از حتی عرف جامعه هست بله. و از اون طرف هم شما به هر حال آرتیستید و این چیزها رو میبینید که چقدر روابط ها توی دختر پسر ها روابط سطحی تر شده. چیزها رو وقتی میشنوید اذیت میشید یا نباش کنار اومده؟ ببین من بدون رو دروازه میگم من اذیت میشم بعضی از مسائل. مسائلش مثلا همون چه عرض کردم، مثلا 5-6 ماه یه سال یه پسر با یه دختر بگرده درست نیست. بالاخره پسرم باشه دخترم باشه، یه هفته صحبت کردم با پدر مادر کنار هم دیگه نشستن نهار خوردن شام خوردن صحبت کردن، این بهتر. نه اینکه دیگه دخترت باید ول کنه به دست یه پسر ببره بده بره نمیدونم این کافه اون کافه نمیدونم این رستوران اون یه رستوران بره بگرده یه چه دو ماه بره بگرده بعدن هم بیاد بگه من. نه اخلاقمون جور نشد، نه این درست نیست به نظر من. شما همه بچهاتون ازدواج کردن؟ همه بچه هم ازدواج کردن. همشون سنتی ازدواج کردن؟ سنتی که من هیچ موقع دخترم اجازه ندادم که مثلا یه همون چیز دیگه در واقع داماد. از این بابا گیرا بودین؟ چی؟ از این بابایی بودین که گیر میدادین؟ نه گیر اصلا گیر نمیدادم. من فقط میگفتم که خب دخترم باید بپسنده اون چی میخواد، اون خواستگار چه اومده، اگه بپسنده من میدم بهش. پدر زن خوش اخلاقی هستین آقای نجیبی؟ من عاشق بچه‌هام هستم، عاشق دامادم هستم. دامادتون ازتون حساب میبره؟ حساب نمیبره، دامادم این بچه خودم میدونم و اونم این منو بابا میدونه. مطمئنی؟ آره. چرا مطمئنی؟ چی بینتون هست که مطمئنی؟ میبینم دیگه، زندگیش میبینم، میبینم چه چجوری رفت آمد میکنه، چجوری با دختر من زندگی میکنه. عروس هم دارید درسته؟ من عروس هم دارم، عروس هم همینطور. مثل دختره؟ مثل دختره. بعد بهتون پوز میدن عروس و داماداتون؟ تقریبا فکر کنم آره. خیلی جذاب آدم پدر خانمش یا پدر شوهرش مثلا آقای رضا ناجی باشه. اونم جزو افتخارهای عرصه بازیگری در بین الملل. خواهش میکنم. پوز میدن دیگه برای. بله بالاخره دیگه. چیف میکنن دیگه. شما هواشونو دارین؟ حتی من آره. مالی برای بچه‌ها. بله از همه نو هواشون دارم. بعد اینطوری هم بچه‌ها باهاتون رفیقن، یعنی اگه یه مشکلی گیر در واقع ما واقعا خانواده رفیق هستیم. من سعی کردم که تو زندگی خانواده‌ام از من چیز نترسن. روش باشم. من از دروغ بدم میاد. خیلی بدم میاد. یعنی عامل بدبختی جهان سوم و اصلا کل جهان یه کلمه دروغ. آخرین باری که خودتون تو خانواده ما اصلا کسی دروغ نمیگه. درست. آخرین باری که خودتون دروغ گفتین کی بود؟ من دروغ والا چه عرض کنم؟ دروغ گفتم به خاطر مصلحت آمیزشی که مثلا دعوا نکنه. یکی میخواد با یکی دعوا کنه من
دروغ مصلحت آمیز گفتم. گفتم نه بابا اون شما را دوست داره، شما فکر نکنید فلان، برای اینکه دعوا نشه. میترسید از دعوا؟ من اصلا تو زندگیم سعی کردم دعوا نکنم. دعوا نکردین اولین باری که دعوا کردین؟ ممکنه که یه چمه پچر شدم، ناراحت شدم، پرخاشی کردم، آره، ولی دعوا نه. دعوای فیزیکی؟ چرا؟ دعوای فیزیکی نکردین؟ نه اصلا. آخه یه مرد آذری که دعوای فیزیکی نکرده باشه یه خورده عجیبه. ببین خب دعوای فیزیکی آخه خدا به سر هیچ کس نیاره. دعوای مثلا آدم من تازه حاضر میشم که یکی اگر پچر شد ناراحت شد بیاد یه سیلی به من بزنه، من هیچ موقع نمیگم که فلان، منم باید هم سیلی رو باید بزنم، سعی میکنم بخوابونم دعوا رو. آره درست نیست دعوا کردن، انسان نباید دعوا کنه. اولین چکی که تو زندگیتون خوردید خاطرتون از چند سالتون بود؟ من چک نخوردم هیچ وقت، خوشبختانه چک نخوردم. نه چرا من میشه نمیدونم حالا، ولی خب با ناراحت شدم. تو تبریز من دو تا همسایه داشتم، از اونها خیلی ناراحت شدم. یکی همسایه بالایم بود، یکی هم همسایه روبرو. همسایه روبرو اومد ساختمانش در واقع چند طبقه پونه. من رفتم گفتم که آقا شما چهار طبقه این ساختمان تو میتونی ببره بالا، دیگه از چهار طبقه به بالا پنج طبقه چیزم شهرداریم اجازه نمیده. ایشون هم به من گفت من پول خرج میکنم این 10 طبقه میخوام بسازم. گفتم آقا شما 10 طبقه بسازید دیگه من از آفتاب نمیتونم استفاده کنم. بله. یه حالا خونه منم بخر قاطی کن یه مجتمع بزرگ درست کن. این به من کلک زد، من خیلی ناراحت شدم. اومد خرید چش داد به ما، آخ زد زیرش چش خالد میشه دیگه. آخرش هم یه چیزه دست از ما گرفت رضایت داد که ما چش رو برگردون. مجبور شدم من اون موقع 10 سال پیش 20 میلیون خونم رو از اون بفروشم از اونجا بیام بیرون. آخه از این شخص خیلی یکی هم بالای ما میشد، دو طبقه بود در واقع آپارتمان. از همسایه شانس نبود. آره آره من از این دو نفر خیلی ناراحتی کشیدم تو زندگیم، با هیچ کس اینطوری نشده بود. آقا نجی بس این جزء آخرین باره بود که سرتون کلاه رفت تو زندگی؟ چونه؟ سرتون کلاه رفت؟ بله اونجا. بله کلا سرتون کلاه میره؟ خیلی مواقع کلاه سرم گذاشت. چرا رو چه خصوصیت اخلاقتون بازی میشه؟ مثلا پایه چه قرارداد میبندم، حرف میزنم میزنه زیر حرفش. ولی شما زیر حرفتون نمیزنید؟ من تا به حال زیر حرفم نزدم. یعنی جز اونایی که میگید مرد و حرفش؟ دقیقاً. وقتی که زیر حرفشون دیگران میزنن حتما خیلی ناراحت میشید چون خود من میگم که از دروغ چه بدم میاد به همینه. انسان نباید دروغ بگه. من امروز گل داده بودم که 7:55 پیش شما باشه. یک ساعت آژانس من اسیر کرد. همین الان فرستادم. گفت هی زنگ میزنم چی شد بس. آخرش این زنگ زدم که خانم اینطوری حاضریان. بله. بلان. من از دروغ بدم میاد دیگه. از اول سعی کردم تو زندگیم دروغ نگم و به خانواده‌ام یاد دادم که اصلا حرف دروغ نگید. آقای ناجی شما با خانمتون احیانا اگر خدا نکرده وقتی دعواتون بشه کی اول کوتاه؟ هیچ موقع خدا نکنه من با خانمم دعوا بشه. از خدا خواستم که هیچ موقع هیچ مگه آقای ناجی مگه داریم تا حالا اصلا ما بحثتون نشه. دعوای همین ریز دعوا. ریزی دعوا بگو مگه ممکنه چی بشه؟ اونم کوتاه میاد منم کوتاه میام. با هم کوتاه. با هم آره. چجوری خوشحالش میکنی؟ خوشحال منو خوشحال کنی یا من اونو خوشحال؟ شما چه جوری بلدید که خانمتون رو خوشحال کنید؟ واه بچه میرسم خونه سلام علیکم میگم خسته نباشه فلان بهمه. همین آقا ناجی خسته خوشحال. بله یه کادوی کادو هم چه خوب به موقع دیگه. کادو رو به موقع چی میگی؟ هر چی دوست داشته باشه میفهمم که چی دوست داره. چی مثلا ببین من تو زندگیم سعی کردم این همسرم 3 بچه به من داد. بچه ها رو خوب درست چیز کرد به بار آورد. آره من مواقعی میشود که مثلا 2 ماه مثلا سر کار بودم، تو شهرستان بودم، فیلم برداره بودم، این برای و زمان ارتشم بودم، مأمور بودم، واقعا از بچه های من خوب نگهداری میکرد، خوب پرورش داده، خوب بزرگ کرده. من همیشه آرزو دل بودم که خدای من چیکار کنم که این خوشحال بشه. آفر. یه روز گفتم که از من یه چیزی بخوای دیگه، من دوست دارم یه چیزی من بشم. گفت منو ببر مکه. گفتم خانم من آخه نه پولشو دارم نه حواله دارم که ببرم ات مکه. میگم که اگر خدا بخواد
یه حواله به من بدن عزیز، من تو رو 100% میبرم. بعد من با ایشون در واقع دعوت شده بودم جشنواره همدان. چند سال پیش آقا؟ حدوداً 7 سال پیش یا 8 سال پیش. جشنواره همدان میخواستن تشریف ببرن دیگه ایشون. بله، من دعوت شده بودم برگشتنه از فارابه آقای میرعلایه زنگ زد به من، آقای نازی بیا بفرستیم مکه با پول خودت. گفتم آقای میرعلایه اگر بخوای من مکه بفرستی با دو تا حواله بده. گفت نه، فقط گفتن هنرمند. من گفتم خب من دو تا میخوام، میدی برم، نمیدی. ایشون نداد منم نرفتم. لات بازی در بودن آقای نازی؟ نه واقعیت گفتم. بعد سال دیگه مجددن گفت. گفتم آقای میرعلایه من گفتم اگر میخوای به من حواله بدی ما دو نفریم، برای خانمم و خودم. باز این سال دومم ایشون گفت که نه، گفتن یه نفر هنرمند من خواهد. گفتم به خدا خانمم از منم هنرمندتره که من به بارا بود. باز سال سوم اومد، خدا داشت امتحانتون میکرد آقا. حالا دیگه سال سوم ایشون به من زنگ، گفتم آقا میره الان دو سال ما سر کار گذاشته، هی میگه بیا برو من نمیام. آقا ما دو نفریم. گفت تو چرا زن ذلیله؟ گفتم آقا شما زن ذلیل حساب کنید، دو نفر میدی حواله من بیام پولاش بریزم. گفت صبر کن ببینم پاسپورت داری؟ گفتم محمد چیز داره. فردای اون روز به من گفت که بیا برو. رفتیم اون موقع 3,500,000 نفره پول ریختیم به حساب بلان دولت، حدس تمدو 34 روز. 17 نفر هنرمند بود، از مجلس بود، خیلی ها بودن، عرض خمسه فلان با ما بودن. بعد هیچ دیگه، ما بالاخره این خانم رو بردیم مکه. آقا خوشحالش کردیم؟ خیلی خوشحال شد. آقا نشی زن زلیلید واقعا؟ واقعا زن زلیلم. میدونیست برای چی؟ برای اینکه عاشقشم. دوستش دارم. چی کار میکنه دوستش دارم؟ هیچی، بین ما زن شوهر نیستیم، دوستیم، رفیقیم. این چه من همیشه شما به واسطه هنرتون قاعدتاً در چشم میاد، میدید تو کوچه خیابون آدم ها بهتون توجه میکنن، خانم ها بهتون توجه میکنن، میان واسطون عکس میگیرن، گپ میزنن، ناراحت نمیشه یه وقته؟ ببینید من میدونستم ما آذری هستیم، چه من باشم چه خانمم، چون هنر یه چیز، یه معقوله که مردم از کنار ببینن ناراحت میشن، ولی دیگه داخل هنر بیان سر صحنه فیلم برداره اون موقع میفهمن که پشت دوربین چند نفر هست. من بچه های آسمان کار میکردم، ما بالاخره فیلم نامه رو میخونیم دیگه، فیلم نامه چی داره؟ یه صحنه ای داشت تو بچه های آسمان، شب بود، من نقش مقابلم، همسرم و بچه هم تو خونه خوابیدیم. شب بچه ما خور و پف میکنیم خوابیدیم. بچه بیدار میشه میبینه بارون میاد، برادرش هول میده که اله بلند شو، بارون میاد، چتانه های من زیر بارون مونده، فردا من صبح میخوام برم مدرسه، بلند شو اونا رو بیار. من فیلم نامه تو فیلم نامه خوندم، دیدم که بله خواب هست، تو خونه خوابیدیم. ما آذری ها عرض شدم یه شمه آره ناراحت میشه. من این صحنه میدونستم که چند روز بعد گرفته میشه، اون موقع من تبریز میشستم، به همسرم زنگ زدم چرا نمیای تهران، بیا بابا ما چیکار میکنیم. من این هر خانمم رو زنگ زدم که حالا خوبه بیا. در این شرایط گرفته میشه. آره این خانمم اومد خونه که لوکیشن ما بود. اینا دو تا پنجره داشتن، هر پنجره عرضش 3 متر بود ولی اون عمقش 1 متر بود، دیوارای پهن داشت، یعنی با پرده و پنجره 1 متر فاصله داشت. پشت پرده ها بگم باور کن 5-6 نفر وا میستاد، ما که فیلم بداری میکردیم در واقع پشت دوربین 30 نفر میشد. خانم هم اومد، ما بودیم سر صحنه، صحنه های یواش یواش اونا رو یه روز چیز شد، اومد مثلا
بالای حیات را دو تا برزنده کشیده بودند. روز روشن شده بود تاریک شب. صحنه های شب می گرفتم. خانمم پشت پرده وام ایستاد، ما رخت خواب رو انداختم، من خوابیدم، بچه‌ها خوابیدن اونور، خور رو پف میکنیم، شب میگیریم. خانمم دید چه بابا پشت دوربین 30 نفر آدم هست، خیالم راحت شد. هیچی دیگه از اون به بعد خانمم دیگه نداد. آره خیالش راحت بود دیگه، میدونست چه. بله آقا، ولی گاهی وقتا با همین 30 نفر و اینا اتفاقی دیگه اینم دفته. میگم اجازه بده. بعد یه روز رفته بودم میوه بخرم، من ماشین با خانمم بودم، ماشین نگه داشتم تا من پیاده شم. خانمم هنوز پیاده نشده بود، من دیدم یه نفر بودو بودو میاد طرف من. یه خانم یعنی؟ یه آقا بود. آقا. اومد دست من، آقای نوزی بیا بیا بیا. برگشتم گفتم چه؟ کجا بیام؟ گفت خانمم شما رو خیلی دوست داره، بازی های شما رو. گفتم اینم خانم منه. برگشت به خانمم گفت خانم نازه این ولی نعمت ها مواظب این با من چشون جیجون برد پیش خانمش. خانمش از ماشین پیاده شد با ما خوش بهش شد، سلام علیک شد، گفتم ممنون بود. خیلی طرفدار ما بود. این جور صحنه ها رو خانمم دیده دیگه، الان باش عادیه، عادی شده. آره میبینم با خانمم میرم یهو میبینم میان عکس میگیرن، امضا میگیرن، صحبت میکنن، خانمم تماشا میکنه. بالاخره خودش بازی رو دوست نداره، بازیگری رو دوست نداره. نه زندگی را در واقع خانواده چیزی خانه‌داری را بیشتر دوست داره، چه در واقع به ما میرسه. دستشون نمیگه. بچه‌ها چطور؟ بچه‌ها هم همشون علاقه من به هنره. پسرم موسیقی را خیلی دوست داره و دختر کوچیکم موسیقی را دوست داره، دختر بزرگم موسیقی را دوست داره، ولی موقعیتش نشد. دختر کوچیکم خیلی علاقه داشت، دو سه بارم صحنه‌ای بود عروسی فلان آوردم، ولی خب موقعیتش نشد که دکتر کوچشم معمار خودش مهندسه بیارم چیز کنه بازی کنه. بعد اجا جاش میافتاد صد تصد می آوردم. آقای ناجیب لهجه آذری بسیار بسیار لهجه شیرینیه و ما بهش علاقه خاصی داریم، اما نکته که وجود داره به هر شما بازیگرید و ممکنه که این تسلط رو ممکنه که روی خودتون داشته باشید که حتی لهجه رو از خودتون دور کنید، ولی اینکه شما فکر میکنم که این توانایی رو دارید. در طول این سال‌ها هیچ وقت تلاش نکردید که لحظه از خودتون دور کنید تا بتونید نقش‌های متفاوت دیگری رو ایفا کنید؟ عرض میکنم خدمت شما. ببین متاسفانه این لحظه تو کشور ما حرف لحظه هست، توی هیچ کشور لحظه نیست، یعنی اصلا لحظه رو به حساب نمیارن. علت برای که ما تو ایران شما فکر میکنه از چند کشور فیلم پخش میکنیم؟ سینمای ما، بله. تلویزیون ما، بله. از آمریکا، روسیه، انگلستان، ایتالیا، برزیل، از همه کشورها، ژاپن، کره، از همه کشورها اینجا فیلم پخش میشه. شما رو جل لحظه اونا رو میدونید، همشون انگلیسی پارس دوبله میشه. بله. خارج هم همین ممتاز. تو کشور ما فقط میگن فلانه لحظه آذری داره، فلانه لحظه اصفهانه داره، فلانه لحظه مشهده داره، فلان لحظه شماله داره. اصلا لحظه به حساب نمیاد. شما میخوای فیلم نگاه کنی، صدای فیلم ببند، وقتی بستی نگاه کن به فیلم، اون موقع میفهمی این فیلم چی میگه. لحظه رو حساب نمی کنن. ما تو ایران این حرف لحظه را در آوردیم، فلان لحظه آذری، فلان لحظه اصفهانی. باش بازی من نگاه میکنن. آقای ناجی یه سوال وجود داره توی این سالهای اخیر، یکی دو تا سوال آخر که یکیشم اینه، توی این سالهای اخیر خیلی این باب شده که وقتی که راجع به قومیت‌های خاص و لهجه‌های متفاوت صحبت میشه یا شوخی به هر حال باهاشون میشه یا در یک روایت داستانی جمعشون حذف میشه، اون قوم و اون کسایی که متعلق به اون جان خیلی گارد میگیرن. این اتفاق راجع به آذری زبان‌های عزیز به نظر من خیلی اشتباهه. ما ایرانی هستیم، فرقی نمیکنه. چی اشتباهه؟ اینکه باها شوخی بشه یا اینکه اعتراض بشه؟ اول به عنوان شوخی این کارو میکنن، بعدن برمیگرده به در واقع نفرت میگیره، نمیدونم ناراحته. یعنی شما فکر کنید از اساس نباید؟ من اصلا نباید. ما ایرانی هستیم. خیلی‌ها به من میگن یاشاسن آذربایجان، میگم یاشاسن ایران بعد آذربایجان. اول ایران بگو، ما ایرانی هستیم. ولی آقای ناجی اگه نشه با هیچ و شوخی کرد، یعنی به هر حال هر کاراکتری یه شوخی داره. ببین اندازه شوخی ها ولی بهش پرداخت، یعنی به هر جای منفی داره مستقر. شوخی اجر
طرف باید بفهمه که با چی طرفه، با چی شوخ میکنه. این در واقع ناراحت نمیکنه، شوخ این خوشوخی چی میکنه طرف ناراحت میشه، نکنه. نه ناراحت نمیشه شوخ بکنه، این بهتره. نباید همدیگر ما اذیت کنیم. ما ترک و کرد و فارس و عرب و لور فلان شمالی، ما ایرانی هستیم. بله. ما باید اول بگیم ایران زنده باد ایران. درست. بعد خوب درست. چه مشکلیه؟ ما نباید مشکل داشته باشیم. من سوال آخر رو از خدمتتون می‌پرسم. آنجا بزرگترین آرزوی شما امروز چیه؟ بزرگترین آرزوم؟ هر کسی آرزو داره که خانواده‌شو به جایی برسه، بچه‌هاشو فرزندانشو مثلا آرزو میکنه که خدای این بچه من بزرگ بشه، عروسی بکنه، زندگی برای خودش تشکیل بده. ما هم همون آرزو دارم که خانواده‌مون زندگی بکنن، در واقع به آرزوشون برسن. چه مشکل؟ ما آرزوی دیگه نداریم که من آرزو میکنم تو کشور ما هیچ موقع زنج نشه، همه در صلح زندگی کنیم. خانواده من همونطور. ما هم برای شما آرزوی صلح، عشق و خیلی ممنون. متشکرم. ممنون از محبتتون. مرسی که تشریف آوردین. شما رو خدا حافظ.